الله الله والحمد لله يا الله سبحان الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه فإن صريح هذا الكلام أن القادح في طريقة السيد منحصر في استلزامها رفع التمسك بالإجماع همان طور كي در خاطر الشريف شما هست بحث بود ميان شيخ انصاري رضوان الله عليك ومرهوم مرزا قمي مبني بر إنك آيا شيخ توسي در إجماع تنها قاعده لطف را قبول دارد چنانچه که شیخ انصاری به آن معتقد است یا فراتر از قاعده لطف طریقه حس و طریقه استادش سید مرتزا را هم میپذیرد که عقیده و باور مرحومی مرزای قومی رضوان الله تعالی علیه هست در این خصوص بحث مستوفای را در درس قبلی محضر شما عزیزان ارائه کردیم سه تا عبارت از عبارت شیخ توسی را نقل کردیم که همگی دال بر این مسئله بود و همگی بروشنی ثابت میکرد که شیخ توسی رضوان الله علیه معتقد به همین مسئله هست که تنها راه و تنها راه برای حجیت اجماع قاعده لطف هست به گونه ای که اگر کسی قاعده لطف را منکر بشود باید پرونده اجماع را کاملا در علم فقه ببندد و هیچ راهی برای حجیت اجماع ندارد و در واقع دروازه خانه اجماع را گل بکند و برای همیشه عرض کنم اجماع را باطل اعلام بکند این بود فرمایشات مرحوم شیخ توصیر زوان الله تعالی علیه در عبارت هایی که از اون نقل کردیم و البته ارز کنم یادتون نرود اون نکته ای را که در بحث حجیت خبر واحد از شیخ توسی هم در درس قبلی نقل کردیم در هر صورت عبارت های سیگان شیخ توسی به اتمام رسید جمع بندی و استنتاج نهایی از این سه عبارت ها باقی مانده است اون همون چیزی است که فعلا شیخ انصاری بیان میکند و در واقع شیخ همچنان معتقد است که جناب مرزای قومی آنچه را که شما فرمودید با عبارت های شیخ توسی سازگاری ندارد شیخ توسی معتقد است که مبنای استادم سید مرتزا درست است حتی که این کار قایده لطف باشد فقط پیامد بسیار بدی دارد که عبارت است از بطلان حجیت اجماع در فیق. اگر واقعا شیخ توسی مبنای حس را هم قبول داشت خب هیچگاه اینطوری نبود بر فرضم قاعده لطف اگر باطل باشد جایگزینش که طریقه حس باشد پا بر جا بود به همین جهت هست که شیخ انصار رضوان الله علیه بر مخالفت خود با نظریه مرزای قمی جازم قاطع هست لزام فرماید فین این هذا هازل به درستی که سراحت این کلام مرحومی شیخ توسیر رضوان الله علیه چی هست؟ ان القادح فی طریقت سید این که زرر رساننده به طریقه سید چی هست؟ اون قادح منحصر است در استلزام طریقه سید رفع تمسک به اجماع را و اینکه که ولا قادحک و مزر نیست در اون طریقه سید غیر از اون که یعنی استلزام رفع تمسک به اجماع به عبارت دیگر منکر شدن قاعده لطف اشکالی ندارد ما هم میگوییم استاد ما سید مرتزا که قاعده لطف را منکر شده است درست فرموده است ولی یک تالی فاسد روشنی دارد که ما از ارز کنم این تالی فاسد روشن کشف میکنیم که ادعای سید مرتضا هم فاسده هست تالی فاسیده روشن چیزی جز بطلان اجماع در فقه امامیه نیست و چون ما نمیتوانیم از اجماع دست برداریم بسیار از احکام از طریق اجماع به دست میاد که خود شیخ توسی فرمود این مدعای استاد قابل قبول نخواهد بود ولذا و به خاطر همین که قادح در طریقه سید فقط رفع تمسک به اجماع هست تصریح کرده از جناب شیخ توسی در کتاب غیبت خود به انها به این اون طریقه سید یعنی منکر شدن لطف قوی هست که خواهش میکند اون طریقه را اصول یعنی ایشون فرموده است که ارز کنم طریقه سید بیزاد اشکالی ندارد منتها پیامد سنگین دارد عوارضی دارد که اون عوارض قابل تحمل نمی باشد لذا شیخ انصاری بازم در مقام توضیح و تبیین بیشتر کلام خود علیه مرزای قومی میفرماید که جناب مرزا فلوکانه اگر وجود داشته باشد برای معرفت اجماع مقصود از معرفت اجماع همون حجیت اجماع هست چون مستحضر از نظر فقهای های امامیه اجماع به ما و اجماع ارزش ندارد برعکس علمای عامه اجماع در صورت اعتبار دارد در نزد علمای امامیه که کاشف از قولی معصوم علیه السلام باشد لذا فرماید اگر باشد برای حجیت اجماع و جواز استدلال بهی به اون اجماع طریق آخره یعنی یک راه دیگر غیر از قاعده وجوب اظهار حق علیه بر اون امام غیر از قاعده وجوب اظهار حق یعنی غیر از قاعده لطف یعنی شیخ انصاری می فرماید اگر برای اثبات حجیت اجماع در نزد شیخ توسی غیر از لطف راه دومی هم در کار بود اگر این گونه بود فلوکانه لم یبقه اون لوکانه فعل شرط هست لم یبقه جزای شرط هست اگر شیخ توسی راه حل بدیل و دومی غیر از قاعده لطف برای حجیت اجماع داشتن لم یبق ما یقدهو باقی نمیمان چیزی که ضرر برساند در طریقه استادش سید مرتضا که همون این کار قایده لطف باشد چرا؟ اعتراف شیخ به خاطر اعتراف کردن شیخ به صحت اون طریقه سید که لولا اگر نبود که هست اون طریقه سید مانع از استدلال به اجماع همین حالا از غیبت شیخ توسی نقل کردیم که فرمودن به انها قویتون تقتذیها الاصول طریقه سید مرتضا انکار قاعده لطف ارز کنم کاملا قابل قبول هست از نظر شیخ مطابق موازین هست فقط تالی فاسد دارد اون تالی فاسدی روشن باعث می شود که ما با استاد همراهی نکنیم ما میگوییم جناب استاد اگر کلام شما را بپذیریم پس باید ادله استنباد سه تا باشد نه چهار تا و اگر ما عرض کنم دست از اجماع برداریم بسیار از احکام بر اساس ادعای شیخ توسی بدون مدرک و دلیل میماند به خاطر همین جهت هست که ما چاره جز قاعده لطف نخواهیم داشت در واقع باید کلام شیخ توسی رضوان الله علیه را این گونه موجه کرد که عرض کنم حجیت اجماع به گونه روشن هست که ابطال صد درصد اون امکان ندارد اگر این گونه تقریر بکنیم شاید بهتر باشد و الا ارز کنم اگر قاعده لطف واقعا دلیلی ندارد صرف این که نتیجه اش اجماع باشد این دلیل نمی شود که ارز کنم ما دست از قاعده لطف بر نداریم بله باید این گونه بگوییم که چون اجماع فی الجمله از مسلمات هست صد در صد نمی توانی منکرش باشیم بنابراین اگر یک قاعده یک ادعای باعث بطلانی صد درصدی اجماع شد ما میفهمیم که اون ادعا قابل قبول نیست و مطابق موازین نمی باشد این فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه در رد مرحوم مرزای قومی که تا اینجا عرض کنم خدمت با سعادت شما به اتمام رسید مطلب جدیدی که شیخ اعظم انصاری شروع میکند متعرض شدن به عبارت چهار تن از فقها و اعلام طایف است که این چهار تن هم از نظر شیخ انصاری رضوان الله علیک معتقد به اجماع لطفی بودند یعنی همین نظریه شیخ توسی رضوان الله علیک علتشان هست که این بزرگواران تمام تأکیدشون بر این هست که عرض کنم خدمت با سعادت شما نباید هیچ یکی از علمای عصر با اجماع مخالفت بکنه خب کسی که این گونه تصریح میکند که یک نفر از علمای عصر اگر با مجمع مخالفت بکند اجماع محقق نمی شود این خودش عرض کنم قرینه روشن هست که طرف مبنایش اجماع لطفی است و در اجماعی حدسی ممکن است شما با هفتاد درصد از علما حدس بزنید رأی معصوم را ولو 20 درصد مخالفت بکند و در اجماعی حسی هم اگر چند نفر از علما مخالفت بکنند و معلوم نسب باشند بازم ضرر به با اجماع نمیزند از همین فرمایش این بزرگواران میفهمیم که نها مبنایشون در حجیت اجماع اجماع لطفی بوده است در واقع خودشون تصریح نکردن که ما قائل به اجماع لطفی هستیم ولی از شرطی که برای حجیت اجماع آوردن همین نظر یک قابل اثبات هست لذا می فرماید سپس بیدان این این, این این بدان این استناد به این وجه یعنی اجماع لطفی ظاهر است از هر کسی که شرط کرده است اون کس در تحقق اجماع عدم مخالفت هیچ یکی از علمای عصر را مثلا مثل مرحوم فخرالدین فرزند علامه شهید اول در کتاب ذکر محقق دوم و محقق داماد که انشالله بعدا عبارتش نقل خواهد شد چهار نفر از اعلام را شیخ انصاری رضوان الله علیه می آورند که عموم اینها از متأخرین هستند مبنی بر اینکه اجماعی لطفی را این بزرگواران قبول داشتند اولین کسی که متعرض عبارتش می شویم و عبارتش دقیق هم هست عبارت مرحوم فخر المحققین در کتاب ایزاح هست در کتاب ایزاح در مسئله توابع مبک مثلا اگر کسی ماشین را فروخت چه چی چیزی عرض کنم با ماشین زمیمه می شود یعنی با باید به با مشتری بدهد مثلا کلید ماشین را باید بدهد اگر کسی خانه اشراف فروخت حتما ارز کنم خدمت با سعادت شما در های خانه جز مبیع قرار می گیرد خب یک مسئله معروف است در کتاب بی افیق به همین مناسبت ایشون اونجا در کتاب ایزاه که در شرح قواعد پدرش علامه هست متعرض ارز کنم بحث اجتهاد و تقلید اون هم تغییر فتوا می شود نسخ زرد گاه فقیه دوشار تغییر فتوا نمی شود این که خب حالت غالب و بهترین حالت هست ولی گاه فقیه دوشار تغییر فتوا یا تردید در فتوای سابق می شود فتوای قدیمش کاملا برایش مبرهن می شود که ارز کنم درست نیست لذا فتوایش را تغییر می دهد. یا فتوای جدید برابر فتوای قدیم می شود از جهت مستندات و شواهد این دو حالت است که ممکن است برای فقه پیش بیاد فخر المحققین اینجا گزارش میکند که فقها وقتی دوچار تردیدی در فتوا بشوند یا کاملا دوچار تغییری در فتوا بشوند هیچگاه اون فتوای قدیم خود را کلا از بین نمیبرند مثلا اگر در یک کتابی نوشته باشند در یک رساله نوشته باشند اون را اصلاح نمی حذف نمی کنن. بلکه فتوای قدیم خود را نگهداری می کنن. البته فتوای جدید خود را هم اعلام می کنند مثلا در یک کتاب جدید می نویسن و در حقیقت هر دو فتوا همچنان محفوظ هست این علتش چی هست؟ علتش برمیگردد به همین نظریه اجماع لطفی که شیخ انصاری رضوان الله علیه بادقت از عبارت ایشان استنباط می کند ببینید قال فی الازاحه در ازا فرموده است مرهم فخر المحققین در مسئله چیزی که داخل می شود در مبک این که از عادت مجتهد هست انهو این که اذا تغییر اجتهادو اگر تغییر بکند اجتهاد مشتهید به تردود این حالت اول هست در ذهنتون بسپارید یا تغییر بکند اجتهاد مشتهید به حکم به خلاف چیزی که اختیار کرده است اون چیز را در اول مثلا در اول معتقد بود که عرض کنم خدمت با سعادت شما آب مضاف متحر از نجاسات نیست فعلا عرض کنم عقیده اش این شده است که آب مضاف متحر از نجاسات هست مثلا اگر نظرش همش تغییر کرد در این دو صورت لم یبتل ذکر الحکم الاول باطل نمی کند اون مجتهد ذکر حکم اول را فتوای اول خود را که ارز کنم فتوا داده بود به اینکه آب مضاف متحر نیست اون را باطل نمی کند اگر در یک کتاب قبلا نوشته باشد در یک رساله یاد داشت کرده باشد همچنان اون را حفظ میکند خب اگر حکم اول را باطل نکرد پس چی کار میکند بلکه ذکر میکند ما اون فتوای را که منجر شده است به اون فتوا اجتهادی اون مشتهد برای بار دوم در یک موضع دیگر در کتاب جدید خودش در یک رساله جدید ارز کنم فتوای دوم خود را هم می آورد به گونه ای که هم فتوای اول محفوظ هست و هم فتوای دوم خب پس ما دو حالت را برای فقیه آوردیم یکی <تصفح> تغییر فتوا یکی تردید در فتوا ارز کنم اما حالت ثبات در فتوا که از خارج توضیح دادم و اشون نیاورده است محل بحث نیست اون وقت اینجا مرهم فخر المحققین دلیل می آورد و همین دلیلش نشان میدهد که اشون معتقد به اجماع لطفی هست این لبیان دلیل هست دوستان از این به بعد عبارت دقیق هست این لبیان دلیل عرض کنم خدمت با سعادت شما اون ادعای اول هست که لم یبتل ذکر الحکم الاول عرض کنم خدمت با سعادت شما لم یبتل ذکر الحکم الاول عرض کنم خدمت با سعادت شما چرا باطل نمیکند ذکر حکم اول را دلیلش این هست به خاطر بیان عدم انعقاد اجماع اهل عصر اجتهاد اول بر خلاف اون حکم اول فرض بفرمایید فتوای ایشون این بود که آب مضاف متحیر نیست در فتوای اولش آب مضاف متحیر نیست ولی علمای عصر اول همش معتقد بودن یعنی 99 درصد علما همه معتقد بودن که آب مضاف متحیر هست مثلا نفت هم میتواند نجاست را پاک بکند ایشون یک نفر به تنهایی مخالف بودن خب پس فتوای خود را از بین نمیبرد چرا؟ به خاطر که فتوای او که مدری که اصر اول بود وقت باشد مزیر به با اجماع هست یعنی اجماع محقق نمیشود خب این خودش نشان میدهد که اگر در یک اصر یک نفر مخالفت بکند با مجمع این اجماع محقق نمی شود یعنی همون اجماع لطفی که در مقدمه هم محضر شما توضیح دادم البته یادتون نرود فرضی مرحوم فخر المحققین مربوط به جایی است که یک نفر فقیه داشته باشیم که عمر دراز داشته باشد مدر کل اسرین باشد دو تا عصر را مثلا هم قرن پنج را درک بکند و هم قرن شش را مثلا لذا فرماید که حکم اول را باطل نمی کند به خاطر بیان کردن عدم انعقاد اجماع اهل عصر اجتهاد اول برخلاف اون حکم اول پس در نتیجه اجماع عصر اول منعقد نشد یک نفر مخالف داشت که همین فقیه باشد اون وقت درس کنم خدمت با سعادت شما و عدم انعقاد اجماع اهل عصر دوم <تص> بعد ارز کنم بل یذکر ما اداه علیه اجتهاده ثانیا فی موضع آخر اجتهاد جدید خود را در یک کتاب دوم بیان میکند این علت چی هست میفرماید و عدم این عطف بر همون عدم این اقاد هست ولی بیان و به خاطر بیان کردن عدم این اقاد اجماع اهل عصر دوم بر هر یکی ارز کنم خدمت با سعادت شما ولا ولا عدم و لعدم و به خاطر بیان کردن عدم انعقاد اجماع اهل عصر دوم بر هر یک از اون دو تا مطلب این در واقع دلیل این است که بل یذکر ما اداه علیه اجتهاد حسانیان فی موضع آخر وقتی فتوای این فقه دوشار تغییر شد فرض بر این است که بار اول معتقد بود که آب مضاف متحیر نیست حالا در عصر دوم معتقد شده است که آب مضاف هم متحیر هست ولی بقیه علما همه برعکس او هست 99 درصد علما در عصر دوم معتقد هستند که آب مضاف متحر نیستند یعنی اجماع دوم اگر اجماع نامش را بگذاریم عکس اجماع اوله در واقع عصر دوم کاملا برعکس عصر اول هست اینجا وقتی این عالم ارز کنه مخالفت خود را اجتهاد جدید خود را در یک کتاب دیگر می نویسد در عصر دوم هم اجماع محقق نمی شود درست است که 99 درصد علما فتوا داده که آب مضاف متحیر نیست متحیر هست ولی وقت این بنده خدا عرض کنم خدمت با سعادت شما 99 درصد علما فتوا دادن که آب مضاف متحیر نیست ولی وقت این یک نفر به تنهایی فتوا بدهد که متحیر هست همین مخالفت یک نفر برای عدم انعقاد اجماع کافی هست و عدم انعقاد اجماع اهل عصر دوم بر هر یکی از دو تا مطلب خوب دقت بکنید وقتی عرض کنم خدمت با سعادت شما فتوای دوم اشان مذکور باشد اجماع محقق نیست پس اجماع علیه فتوای او نیست ما تا فتوای او را از طریق اجماع بشکنیم و از بین ببریم این فتوای تازه اش در عین حال عرض کنم خدمت با سعادت شما وقت اجماع اهل عصر دوم محقق نباشد اون مطلب اولی که علما در عصر اول گفته بودن چون در عصر دوم 99 درصد برعکس اون 99 درصد در عصر اول گفتن این دومی علیه اون مطلب اول علما هم قرار نمیگیرد به خاطر که اگر اجماع باشد تنها اجماع است که می تواند اون اولی را از بین ببرد تا زمانی که اجماع محقق نشود ارز کنم این تر از این شما دلیلیت ندارد درست است که شهرت محقق می شود درست است که ارز کنم یک نوع ارز کنم استبعاد با وجود میاد ولی هیچ کدام اینها باعث بطلان کلمات اول علما نخواهد شد این معاهد من هما همین فتوای دوگوم فقیه و اون مطلب اولی که فقهای های اصر اول فرموده بودند خب پس ما تا اینجا دو تا مطلب را مبرهن کردیم یکی این که عرض کنم لم یبتل ذکر الحکم الاول یک یذکر ما اداه الیه اجتهاده ثانیا فی موضع آخر خب پس عصر اول را آوردیم عصر دوم را آوردیم و این که مخالفت یک نفر در تحقق اجماع مزیر هست این می شود همون اجماعی لطفی و انه لم يحصل في الاجتهاد الثاني این دلیل ارز کنم همون بحث تغییر اجتهاد هست که ان من عادت المجتهد انه اذا تغیر اجتهاده الی تردد بازم در صورت تردد هم حکم اول را باطل نمی کنند چرا باطل نمی کنند این دلیل اون هست ولی بیان انه و بخاطر بیان کردن این مطلب این که حاصل نشده است در اجتهاد دوم مبتل اجتهاد اول درست است که شون فعلا عقید من شده است که در اجتهاد دوم خودش و در اصل دوم که آب مضاف هم متحیر هست در حال که اجتهاد اول عدم متحریت ماء مضاف بود ولی تردید معنایش این هست که من برای فتوای دوم خود دلیلی دارم که برابر فتوای اول هست نه اینکه قوتی داشته باشد که اجتهاد اول را کلا از بین ببرد لذا و این که حاصل نشده است در اجتهاد دوم مبتل برای اجتهاد اول بلکه معارض است مر دلیل اول را است مر اول را لذا همین که اجتهاد اول را حفظ بکند اجتهاد دوم را حفظ بکند باید مخاطب ارز کنم زرنگ ارز کنم آشنا و فنی خودش بفهمد که از نظر این فقیه هر دو فتوا وزن یکسانو برابر دارند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند از جهت مستند و مدرک انتها کلامو پس ببینید صاحب ایزا فخر المحققین بر مخالفت یک نفر تأکید داشتند که مخالفت یک نفر هم باعث عدم انعقاد اجماع در عصر اول می شود و هم در عصر دوم و این از لازمه اش همون پذیرش اجماع لطفی هست این تمام بحث در کلام فخر المحققین بقیه بحث انشاءالله در درس بعدی خواهد آمد غفر الله لنا و لکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محمد <applause> اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ